جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوا. علی لاریجانی هم با پایان دوران قرنطینش از امروز در جلسات حاضر شده. حسن روحانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، به رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان نباید وقفه بیفته. محمد باقر نوبخت هم پیشنهادهایی در زمینه صرفه‌جویی و مدیریت منابع مالی ارائه داد تا تبعات کرونا کمتر دامن اقتصاد ایران رو بگیره. مطلبی که اعضای شورای اقتصادی هم در اون هم نظر بودن. صرفه‌جویی. راهی که بشه منابع مالی بیشتری به پرداخت حقوق و هزینه‌های طرح‌های معیشتی اختصاص داد. کشتی کرونا زده اقتصاد ایران قرار لنگرها رو بکشه و با باز شدن راه‌های ارتباطی تجارت با همسایه‌ها رو بنا به دستور رئیس دولت آغاز کنه. حسن روحانی در تماسی تلفنی با وزیر راه و شهرسازی به لزوم از سرگیری مبادلات مرزی و حمل و نقل کالایی با کشورهای همسایه، البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تاکید کرده. در سوی دیگه ایرج حریرچی با اعلام آمار افزایشی در برخی استان‌ها میگه به طور کل روند افزایش آمار مبتلایان به کرونا کاهشیه. روند کاهشی که شکننده و آسیب پذیره و مشکلی برای اثرگیری ترانزیت نیست. اما تاکید میکنم که این ثبات نسبی و روند نزولی شکننده و آسیب پذیر هست و هر گونه بی احتیاطی در تجمعات و بازگشایی و رعایت کمتر مسائل بهداشت فردی میتونه دوباره کشور رو با مشکلات قابل توجه در زمینه ویروس کرونا مواجه کنه. به رغم هشدارهای پیاپی کارشناسان حوزه درمان و سلامت، قرار شرایط بازگشت به کار مشاغل پرخطر فردا هم در جلسه ستاد مقابله با کرونا بررسی و اعلام بشه. به نظر میرسه ویروسی که چالشی در جهان ایجاد کرده، در ایران اما مهارش چندان در اولویت نیست. سردرگمی مسئولین دلیل بر اتخاذ تصمیماتی است که چندان کارشناسانه به نظر نمیرسه و نهایتاً از یه مشکل به مشکل دیگه ای میرسه. در تایید این نظر به عنوان نمونه، وضع مقرراتی از قبیل فاصله گذاری اجتماعی در تاکسی هاست که باعث بلا تکلیفی در هزینه نفر چهارم شده و همچنین عدم وضع قوانین سفت و سخت جان رانندگان تاکسی رو به خطر انداخته. چرا که ثابت شده برگزاری تجمعاتی مانند مراسم مذهبی در مسجد ارگ تهران که به نظر میرسه به موقع جلوشو گرفتن باعث افزایش آمار مبتلایان میشه. همه منتظر تاکسی هم. هیچ اتوبوسی وجود نداره. انگار که کرونا وجود داره. بسته های حمایتی هم برای مجاب کردن افراد به خونه موندن انقدر ناچیزه که شکافی رو پر و مشکلی رو حل نمی کنه. نماینده سمنان هم در این خصوص تاکید کرده. کمک معیشتی دولت به هیچ عنوان با مشکلات مردم همخونی نداره و 1,000,000 تومان 1/4 هزینه امور جاری یک خانواده است. بنابراین دولت باید مبلغ این کمک معیشتی رو افزایش بده. دمه بیمارستان لبافی نژاد مردم رو به صف کردن، عوض این که مردم باعث بشن که فاصله بگیرن همه تو صف ایستادن و باعث شروع کرونا. هشدارها برای شروع موج دوم و حتی سوم بیماری جدی است و مردم انتظار راهکارهای تخصصی و قابل اجرا را از دولت دارند. انتظاری که در این سه ماه به در بسته خورده. فاصله گذاری هوشمند. مژده یزدانی، اتاق خبر.